که نام اسلام را یدک می ششیدن و گاهی به ناحق لقب امیرالمؤمنین را بر خود نامگذاری کرده بودن اهل پیده پیده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اربعة انا الشفیع لهم یوم القیامه ولو آتوا بذنوب جمیع اهل الارض معین اهل بیتی والقاضی لهم حوائجهم عندما اضطروا الی والمحب لهم بقلبه والدافع عنهم بیده. خسته درد را بگو هرز مگرد کو بکو از در ما شفا بجو و از دم ما دوا طلب. جمعی از اصحاب تصمیم گرفتن مشرف شوند به محضر پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یا رسول الله، این همه زحمتی که در هدایت ما کشیده اید، ما تصمیم گرفته ایم هر کس مقداری در هر ماه پولی جمع کند و در اختیار شما قرار بدهیم. افرادی که به شما مراجعه می کنند، فقرا، دردمندان، مستمندان و دست شما خالی است نمیتونید تأمین کنید، شما اونها رو تأمین کنید، پول در دست داشته باشید. آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیغمبرم به اینها بگو من در برابر رسالت و تبلیغاتم مزد نمیخواهم. مزد رسالت من مودت قربا باشه. مودت قربا یعنی نزدیکان پیغمبر را دوست بداریم. این نه برای آن است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میخواهد خانواده اش را بر مردم تحمیل کند که شما اونها را حتما باید دوست بدارید، بلکه به این جهت است که هر کس میخواهد ادب و اخلاق و ایمان و تقوای پیغمبر را در کسی ببیند، در عترتش ببیند. مثلا شما حساب کنید
من یک مرتبه از شما تقاضا می کنم که بعد از مرگ من فرزند مرا به منبر دعوت کنید. این دو حالت دارد، یکی این که پسر من منبر بلد باشه نباشه، با سواد باشه نباشه، صداش خوب باشه نباشه، حرف زدن بلد باشه نباشه، هر چه باشه چون من منبری شما هستم بعد از من پسر من را قبول کنید. این یک طرفه. یک طرف این است که نه، اگر شما از منبر من، از سخن من، از خصوصیات بیان من خوشتون میاد، کسی که عین من، تون صداش، بیانش، منبرش، معلوماتش عین من باشه پسر منه. شما بخواد یه منبری که عین نقش من را بتونه پیاده کنه پسر من میتونه. پیغمبر اکرم میفرماید که شما اگر بخواهید مودت قربا داشته باشید، یعنی ادب و اخلاق و همه خصوصیات پیغمبر را در کسی ببینید، در اطرتش ببینید. ولذا موقعی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگران سر کار آمدن، همه چیز را عوض کردن. این انس ابن مالک با اینکه از طرفداران پروبا قرص شیخین است، او میگوید که پیغمبر اگر زنده میشد میدید که در این مدت کم همه چیز دین از عوض شد، حتی اذانش. همه چیز دین عوض شد حتی اذانش. و موقعی که امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت رسید، یک نماز با مردم جماعتا خوند، مردم گفتن عیناً نمازی مثل نماز رسول خدا خوندیم. این اولین نماز بود که مثل نماز رسول خدا خوندی. یعنی دیگران تغییر دادن، عوض کردن، اما علی ابن ابی طالب عین رسول خدا نماز میخواند، حرف رسول خدا رو میگوید، ادب و اخلاق رسول خدا رو دارد. بنابراین ادب امیرالمؤمنین، اخلاقش، ایمانش، علمش، همه برگرفته از رسول خداست. و خدا مودت قربا را به این جهت واجب کرده که شما اگر میخواهید از هدایتی و از رهبریتی مثل رهبریت رسول خدا و هدایت رسول خدا برخوردار باشید، باید از قربا، یعنی از نزدیکانش، از ائمه معصومین استفاده کنید. بس مودت قربا، منظور از قربا فرمودن 12 امام معصوم است. اینها نزدیکان پیغمبران، مودت اینها مثل مودت رسول خدا واجب است. اهانت بر اینها مثل اهانت بر رسول خدا کفر است. مخالفت به اینها مثل مخالفت رسول خدا مخالفت با خداست. بس قربا یعنی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، منظور از ذی القربا اینها هستند. اون وقت فرزندان دیگر هم به حرمت رسول خدا قابل تکریم و احترامن. این حدیث شریف را مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف خصالش نقل کرده است. اربعتون، چهار طایفه است، من به اونها شفاعت میکنم، باشد که گناهشون خیلی بیشتر باشه. یکی از اینها افرادی هستند که به اهل بیت من کمک کنند، به خاندان پیغمبر کمک کنند، دستگیری کنند و حوائج اونها را برآورند هنگامی که اونها مضطر میشوند، درمانده میشوند. و القاضی لهم حوائجهم عند اضطروا الیه، حوائج اونها را برآورند موقعی که اونها محتاجن. و المحب لهم بقلبه، اونها را با قلبش دوست بدارد. و دافع عنهم بیده، با دستش هم از اونها دفاع کند، نگذارد کسانی به اونها ظلم کنند. این مسئله انقدر مهم است، در تاریخ آمده است مرد جبلی
یعنی مرد ایرانی که از اهل کرمانشاه و ملایر و این طرف ها بود، در حجاز به این منطقه میگفتن جبل، یعنی نهاوند و ملایر و کرمانشاه تا بیاد نزدیکی های قم به این منطقه میگفتن جبل. هر کس از این منطقه میرفت مدینه میگفتن از جبل آمده. مردی مالک پولدار از اهل جبل همه ساله میرود مکه، از مکه مشرف میشود مدینه خدمت امام جعفر صادق علیه السلام، مدتی در حضور امام مهمان میشود تا از حضور امام استفاده کند، از علم امام، از اخلاق امام چیزی یاد بگیرد. یک روز گفت که آخه این همه مزاحمت کردن به امام، مهمان شدن، زحمت دادن صلاح نیست، یه 10,000 درهم پول ببرم از امام خواهش کنم به من خانه بخرد، در خانه خود بمانم، تو مسجد بروم خدمت امام. آمد سلام کرد، گفت ابن رسول الله این دفعه مجهز آمدم، مسلح آمدم، 10,000 درهم پول آوردم، تا من برم مکه اعمال مکه را انجام بدهم برگردم، شما با این پول به من یه خانه بخرید، من برگردم در خانه خود بمانم. حضرت پول را گرفت، این آدم رفت مکه، اعمال حج را انجام داد، برگشت، دید امام صادق علیه السلام سندی به او داد، قباله ای داد، در آن قباله نوشته بود فروخت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه. بر دوست جبلیش خانه ای در بهشت، یک سمت این خانه خانه رسول خداست، چون خانه محدود به 4 حد است دیگه، شرق، غرب، جنوب و شمال، یک سمت این خانه خانه رسول خداست، یک سمت این خانه خانه علی مرتضی است، یک سمت این خانه خانه امام حسن مجتبی است، یک سمت این خانه خانه امام حسین سید شهدا است. حضرت فرمود پول تو را دادم به فقراء سادات مدینه. سادات مدینه محتاج بودن، اون 10,000 درهم تو را دادم به فقراء. هر مقدار میخوای مهمان باشی بیا خانه ما بمان، مهمان باش، و من ضمانت کردم این خانه را در بهش بهت بدهن. ببینید خیلی ها ممکنه انشالله بهش برن، خیلی ها مهاجرت میکنن از شهرستان ها به قم میان. آ کجا ساکنید؟ شهر قائمیه. کجا ساکنید؟ باغروبا. کجا ساکنید؟ شغالی. کجا ساکنید؟ زمینای نخودی. اون سر قم که جزء دهات قمه. شما کجا ساکنید؟ در کوچه ارک. شما کجا ساکنید؟ کوچه حرم نما. کوچه ارک و حرم نما هم قمه، آخر باغروبا هم قمه. این قوم با اون قوم زمین و آسمان فرق داره. بهشت هم اینجوری است. ممکنه کسی بهشت بره در یه باغ روبا یه جای بهش منزلی بدن، اونجا هم بهشته. بهشتی که در وسیله، یک شهر است، شهر انبیا، نام این شهر وسیله است. پیغمبران اونجا، شهدا اونجا، اوصیا اونجان، اولیا اونجان. یه مرتبه آدم بهش بره، به شهر وسیله بره، در رفیق اعلا ساکن باشه، همسایه رسول خدا. این خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود من ضمانت کردم در برابر این 10,000 درهمی که از پول تو به سادات و فقرا دادم، این خانه را خدا در بهشت برات مرحمت کند. گفت یا ابن رسول الله به خدا راضی شدم، معامله خوبی است. چند سباهی در خانه امام مهمون موند، برگشت به ایران، در ولایتش به خانوادهش قسم داد موقع مردن این قباله را با من دفن کنید. ف
فردا دیدم قباله بیرون آمده، در حاشیه قباله نوشته شده به خدا قسم خانه ای که با همسایگانش امام صادق به من فروخته بود تحویل گرفتم. خانه ای که امام صادق علیه السلام به من داده بود که یک حد همسایش رسول خدا باشه، یک حد همسایش امیر المؤمنین باشه، یک حد همسایش امام حسن مجتبی، یک حد همسایه امام حسین سید شهدا صلوات الله علیهم اجمعین، این خانه را با همسایگانش تحویل گرفتم. این میرساند دوستدار اهل بیت بودن، کمک به سادات کردن و اونها را برای پیغمبر تأمین کردن و حاجت اونها روا کردن چقدر محبوب و منظور خداست که یاری کند به اهل بیت من و حوائج اونها را برآورد هنگامی که اونها مضطر و محتاج می شوند، با قلبش اونها را دوست بدارد و با دستش از اونها دفاع کند. این همه سفارش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. اما امام سجاد علیه السلام در برگشتن از سفر اسیری شام که وارد مدینه شد فرمود مردم، جدم رسول خدا ما را بر امت سفارش کرد که ما را دوست بدارد، از ما مواظب باشند. اگر جد من رسول خدا میگفت هر چی در دستان دارید، هر مقدار که توان دارید به اهل بیت من ظلم کنید، دیگر بیشتر از این نمیتونستن به ما ظلم کنن، که جدم سفارش کرده بود که از اینها مراقبت کنید. جدم این همه سفارش کرده بود که به اینها احترام کنید، مراقبت کنید. اینی تارکن فیکم الثقلین، دو تا امانت سنگینی به شما میسپارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا، این تناب آویخته شده از آسمان به سوی زمین و اهل بیت من، این دو از هم جدا نمیشون در حوض کوثر به من برسن. نبینم اون روزی را که در کنار حوض هم قرآن از شما هدایت شکایت کنند و هم اطرت من از شما شکایت کنند. ولی مسلمان ها با اینکه نام اسلام را یدک می ششیدن و گاهی بناحق لقب امیر المؤمنین را بر خود نامگذاری کرده بودن، اهل بیت پیغمبر را خیلی اذیت کردن. مشردون نفو ان اقردارهمو که انهم قد جنو ما لیس یغتفرو. هنگامی که خبر شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رسید به مدینه، ریختن خانه امام رو تاراج کنن و اکثر پسران حضرت از خانه فرار کردن به شهرها. یکی از اینها جوانی بود به نام قاسم، از مدینه شبانه حرکت کرد، فرار کرد، آمد به عراق، از کنار دجله همینجور می اومد پایین از کنار فرات، بی هوا بی مقصد، خب نمی داند کجا برود، فقط جانش را برداشته از شر بنی عباس فرار میکند که نمیرد نکشنش. دید دو تا پسر بچه با یک دختر بچه، خواهر و برادر، با هم جر و بحث دارن. این خواهر به برادر میگه لا و حق امیر المؤمنین یعصوب الدین زوج البتول ابو الحسن، نه قسم به امیر المؤمنین، قسم به یعصوب الدین، قسم به همسر فاطمه زهرا، قسم به پدر امام حسن و امام حسین، من نکردم. این قاسم گفت که دختر خانم شما این آقا را کیه میگویید؟ گفت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گفت شما میشناسید؟ گفت چرا نمیشناسید، ما شیعه ایم، همه اهل این دهات شیعه ان.
گفت میتونی رئیس قبیله این ده را به من نشون بدی؟ گفت بریم نشان بدهم. رئیس این قبیله پدر منه. آورد به خانه، دید بله اینجا مضیف هست، آمد و رفت هست، بیا برو، جمعیت زیادی اینجا جمعن. سه روز موند، مهمان از حبیب خداست. اینا نمیگن تو کی هستی، از کجا آمدی، چه میگی. بعد از سه روز گفت که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم هر کس بیش از سه روز در خانه مهمان بماند از صدقه اون خانه میخورد. من نمیخواهم صدقه بخورم. اسلام اینجا مؤدبانه گفته است که کنگر خورده لنگر نیندازید. اگر جایی مهمان میروید، مخصوصا در زمانی که گرانی باشه و مشکلات اقتصادی باشه، بیش از سه روز نمانید. آنچه که از خیال مهمان میگذرد، وعده یک غذای خیالی او روزی یک ماه صاحب خونه است. سه روز بیشتر نمانید. اما اینکه انسان برود خانه دخترش بمانه، خانه پسرش بمانه، خانه خواهر برادر، دیگه اینها جزء مهمان حساب نمیشن، اینها خودی هم. سه روز بیشتر اگر کسی جایی بماند از صدقه اون خانه میخورد. من نمیخواهم صدقه بخورم. نمیگوید سیدم صدقه بر من حرام است، نمیخواهم صدقه بخورم. یک کاری به من مراجعه کنید، من اون کار را انجام بدهم، مزد بگیرم، از دست مزد خودم غذا بخورم. فکر کردن چه کاری بهش بدم؟ آخرین چیزی که به نظرشون رسید، تو مشکی آماده کن، با این مشک برو از فلان چشمه آب بیاور، به مهمونهای این مضیف آب بده. این جوان مشکی بر دوش میگیرد، میرود از چشمه آب میآورد، سقایی میکند. اما مردم از ادب و اخلاق این جوان مبهوتند، همه دوستش میدارند و نمیدانند چرا و کیه. یک شب صاحب خانه دید این پسر در نیمه های شب مشغول نماز شب است، آنچنان حال مناجات، آنچنان گریه، آنچنان درد دل با خدا. روز به خانمش گفت خانم، این پسر از اولیاء الله است، از اوتاد است، من در نیمه شب مناجات او را، نماز او را، راز نیاز او را دیدم، اگر صلاح بدانی دختر من را به عقد او درآوریم، او داماد ما باشه، هم اخلاق خوبی دارد، هم ادب خوبی دارد، هم اهل تقوا و ایمان و تهجد است. خانم هم قبول کرد. پسر با تقوا ولو فقیر باشه، داماد باشه، بهتر است از پولدار بی تقوا و لاابالی. قبول کردن، دخترشون رو به این آقا تزویج کردن. بعد از مدتی خدا یک دختر به این آقا داد. بعد از آنی که این دختر به دو سالگی رسید، این جوان مریض شد، بد حال شد. پدر خانم آمد کنار بستر این جوان داماد نشست، گفت آقا قاسم، میدونی در عرب نژاد تبار حرف اول رو میزند، اگر خدا نخواسته تو مردی، این دختر هم نوه ما بزرگ شد، کسی آمد با او ازدواج کند، بگیم این از کدام قبیله است، نژادش به چه میرسد؟ گفت اگر یقین به مرگ نداشتم خود را معرفی نمی کردم. ناراحت نباشید، اگر من مردم، این دختر بزرگ شد، به حد ازدواج رسید، هر کس آمد با او ازدواج کند، بگویید او نوه امام موسی بن جعفر است. من قاسمم، فرزند امام موسایم، از خوف دشمن از مدینه فرار کردم، خودم را به احدی معرفی نکردم، حتی به شما.
اما دیگر یقین دارم به مرگم الان خود رو معرفی کردم. شما امسال مکه می روید، خانومت را هم می برید، زن من را که دختر شماست با این بچه من، این را هم ببرید مکه. موقعی که آمدید مدینه خانه ما را از کسی سوال نکنید، این دختر را جلو بیاندازید، این می رود خانه ما را پیدا می کند، هر جا ایستاد اون در را بزنید، اونجا خانه ماست، این دختر را تحویل مادرم بدهید. آقا قاسم از دنیا رفت، در نزدیکی حله او را دفن کردن. یک پارچه این ده عزا شد، شیون شد، ای وای بر ما. پسر امام موسی بن جعفر علیه السلام به ما سقایی کرده، به ما خدمت کرده، ما به او زحمت دادیم، خیلی عزا و شیون شد. در همون سال این آقا رئیس قبیله به مکه رفت، خانمش را هم برد، طبق وصیت قاسم دخترش را نوهش را هم با هم برد. بعد از اعمال حج برگشتن به مدینه، دیدن این دختر کوچه ها را خودش می رود گریه کنان، انگار این کوچه ها را می شناسد، این کوچه به اون کوچه، این کوچه به اون کوچه، آمد در خانه استاد گریه کرد، در رو زدن. یکی از دختران امام موسی بن جعفر آمد در رو باز کرد، دید دختر بچه ای گریه می کند. دخترم چه هستی؟ چرا گریه می کنی؟ مادرش، مادر بزرگش وارد شدن، گفتن خانم قصه داریم ما. از اون طرف مادر قاسم از خانه بیرون آمد، تا چشمش به این دختر افتاد گفت به خدا قسم این دختر قاسم من است، چشمانش خیلی شبیه چشمان قاسم من است. معلوم می شود که قاسم من مرده، یتیمش را آوردن پیش من. اینا هم گریه کنن، گفتن بله خانم، مدتی در ده ما بود، در اونجا منزل ما ساکن شد، ما دختر ما را به او تزویج کردیم، این دختر از او به دنیا آمد، سال گذشته به درود حیات گفت، وصیت کرد دخترش را بیاوریم به شما تحویل بدهیم. این یکی از نمونه های گرفتاری اهل بیت رسول خدا که حضرت سفارش کرده بود مودت اینها واجب است، یاری کردن به اینها سبب آمرزش گناه است، قضاء حوائج اونها سبب مغفرت است، دوست داشتن اونها باعث بهشت است، دفاع کردن از مظلومیت اونها وسیله نجات است. اما اهل بیت گرفتار شدن، مشردون نفو عن اقردارهم که انهم قد جنوا ما لیس یغتفروا. ولذا فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام در سطح دنیا متفرق شدند. به هر کجای دنیا بروید سادات موسوی اونجا هست، حسنی هست، حسینی هست، رضوی هست، و حمدالله پر کردن نسل رسول خدا کشورهای دنیا رو، در هر جای دنیا، از مسکو گرفته، از چین گرفته، تمام کشورهایی که شما فکر کنید اونجا ساداتی است و قبری از قبور امامزادگان هست. و فرمودن هر موقع دستتون به زیارت ما امامان نرسید، زیارت کنید امامزادگان ما را که ثواب زیارت ما را خدا به شما مرحمت می کند. یعنی اگر به خراسان نمی روید برو به زیارت فاطمه معصومه، اگر به کربلا نمی تونی بروی برو به زیارت عبدالعظیم حسنی، اگر نمی تونی به سامر را بروی برو به زیارت شاه احمد ابن قاسم. همه امامزادگان فرمود اگر دستتون بر قبرهای ما نمی رسد که از ثواب زیارت ما برخوردار باشید، زیارت کنید امامزادگان را، خدا ثواب زیارت ما امامان را به شما مرحمت می کند. و اگر در جایی هستید که دستتون به قبر امامزادگان نمی رسد، زیارت کنید قبور مؤمنین را، خدا ثواب زیارت ما را به شما مرحمت می کند.
المؤمن مخرجه نور و مدفنه نور و حیاته نور فی نور. مؤمن ولادتش نور است، قبرش نور است، حیاتش نور در نور است. مخصوصا آنها که منتسبند به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امام زادگان لازم التعظیم. روی این مبنا ما مأموریم به محبت اهل بیت، و محبت اونها محبت به رسول خداست، و هر چه ما به اونها بیشتر احترام کنیم به حساب رسول خداست. مرحوم حاجی عباس قومی در کتاب گرانقدر بیت الاحزانش می نویسد: سادات بنی داوود، داوود یکی از نواده های امام حسن مجتبی علیه السلام است. او رفته در اشاعری ساکن شده و یکی از دختران این اشاعر را به زنی گرفته. این اشاعر هم همه دزد و راهزنن. این سید بزرگوار حسنی که زاد و ولد کرده، بچه های او هم جز این دزدان و راهزنان شدن. بنی داوود، شاعریست به نام ابن اونین، نصر الله ابن اونین، شاعریست که اهل بیت را تعریف می کند، توصیف می کند، فضائل و مناقب اونها را بیان می کند. تصمیم می گیرد از شام برود به مکه معظمه. رفتنی مقداری پارچه هم می برد که پارچه را در مکه بفروشد، تجارت کند، هم زیارت باشه هم تجارت. اتفاقا برخورد می کند به این سادات بنی داوود. اینا می ریزن تا این مرد بخورد، کتک می زنن و تمام پارچه هاشم از دستش می گیرن. موقعی که به هوش میاد به خلیفه اون وقت نامه می نویسد: آیت صفات ندا کل مسق الا سنا و انت جست حد الحسن والحسنا فلا تقل ساحل الافرنج افتهه فما تساوی اذا قایسته عدنا تهر بسیفک بیت الله من دنس و من خصاصت اقوام بهی و خنا. تعریف تو عالمگیر شده، سخاوت دو دنیا را پر کرده، شما از وصف بالاتر رفته اید، کسی نمیتوند تو را توصیف کند. شما کجا رفتید؟ ساحل افرنج را، ساحل فرنگ را، فرانسه را گرفتید، اسپانیا را گرفتید، برگردید این راه ها را آباد کنید، از شر این دزده ها راه ها را امن کنید، بیایید این سید ها را بکشید. به خدا اینقدر سیدای بدیان، اینا اگر در زمان امام حسن بودن به معاویه کمک میکردن، امام حسن را میکشتن. عصبانی شده، بدنش زخم برداشته، کبود شده، خسته از پارچهش رفته، خوابید، دید فاطمه زهرا علیها السلام در حال طواف است. آمد به بیبی سلام کرد، بیبی جواب نداد. بیبی من شاعر شما اهل بیتم، اینقدر در وصف شما، فضائل شما شعر گفتم. بیبی در جواب فرمود که یکی از پسرهای من به شما بدی کرد، چرا به همه بد گفتی؟ به همه فرزندان من فحش گفتی؟ ابن عصا من ولدی واحد فقط جعلت کل سب لنا. یه پسر ما بدی کرده بود، تو همه سادات فحش دادی؟ توبه کن، اگر تو توبه کنی ما میپذیری. شما هر بدی از سادات دیدید به حساب ما بگذارید، ما روز قیامت این بدی ها را به خوبی جبران میکنیم. بیدار شد، گفت عذرن الی بنت نبی الهدا، تصفه عن ذنب مسیء جنا. از دختر پیغمبر معذرت میخواهم، امیدوارم گناه مرا ببخشد. به خدا قسم از این به بعد
اگر سادات مرا کتک بزنن، هر اذیتی کنن، نمیگم بد کردید، چرا میدانم جواب این بد را فاطمه زهرا به نیکی روز قیامت به من خواهد داد، او جبران خواهد کرد. اگر بی بی زهرا سلام الله علیها برا فحش دادن به ساداتی که چندین نسب فاصله دارد با فاطمه زهرا متأثر است، چگونه متأثر نباشد ببیند حسینش از فرزندانش جدا می شود. سخت‌ترین حالت ابی عبدالله علیه السلام در حال حیاتش. مرحوم شیخ عباس قمی در منتهى الآمال می نویسد از عامرز یحیای ابهری، یکی از عرفاء نجف بوده، او در عالم مکاشفه می بیند که علامه مجلسی در رواق پایین پای امیرالمؤمنین علیه السلام می خواهد درس بگوید. سلیقه علامه این بوده که قبل از درس خارج اول مقداری مرثیه میخوند بعد شروع میکرد، یعنی درس خارج حوزه همه به برکت خون امام حسین پا بر جا مونده باقی مونده. اگر اون روز امام حسین علیه السلام در کربلا خود و یارانش کشته نمیشد، جلو اجحاف بنی امیه را نمیگرفتند، بنی امیه نمیگذاشت دین باقی بماند تا کسی درس خارج و فقه بگوید. علامه مجلسی میخواست مرثیه بخواند بعد درس خارج را شروع کنند، دید خانمی از پشت پرده صدا میزند، علامه مجلسی بی بی فاطمه میگوید مرثیه حسینم را بخوان، مرثیه وداع حسینم را بخوان. از اینجا کشف میکنند یکی از مرثیه هایی که دل فاطمه زهرا را به درد می آورد، هنگامی است که ابی عبدالله آمده به خیمه ها، یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام، تا سلام ودا را ابی عبدالله علیه السلام به خانواده داد، همه ریختن دور آقا را گرفتن. یکی گفت ردنا الی حرم جدنا رسول الله، ما را برگردان به مدینه بابا. حضرت فرمود لو ترک القتال نامه، اگر می شد می آمد از مدینه بیرون نمی آمد. همه گریه می کردن اما هیچ کس مثل سکینه ناراحت نبود، دست بابا را گرفته بود مرتب گریه می کرد. آقا ابی عبدالله تسلیت می داد، دلداری می داد، لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكام إذ الحمام دهاني لا تهرقي قلبي بدمعك حسرتا، ما دام من الروح في جسماني، وإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه، يا خيرة النسوان بچه ها دارشو گرفتن گریه میکنن، آقا دید نمیتونه جواب این زن و بچه را بدهد، رو کرد به خواهرش زینب که زینبش اونها را آرام کند. یک مرتبه دید مفاصل اندام خواهر میلرزد، چشمانش جاریه، دست روی سینه زینب گذاشت، خدا به خواهرم صبر بده. فرمود لا یذهبن بحلمک الشیطان، خواهر
پدرم صبرت را شیطان از دستت نگیرد. جدم رسول خدا، مادرم زهرا، پدرم علی مرتضی، برادرم امام حسن مجتبی، همه از من بهتر بودن رفته. اهل زمین میمیرن، اهل آسمان فنا میشن. بی بی عرض کرد حسینم، جدم رسول خدا رحلت کرد. گفتم مادر دارم، پدر دارم، مادرم جوان از دنیا رفت. گفتم خدا سایه پدر رو از من نگیره. پدرم را در محراب شهید کردن، در سایه امام حسن و امام حسین فنانده شدن. اما حسین با این رفتنت پناه و علاج من از هر طرف بریده می شود. جان خواهر بعد من زاری مکن، با صدا بر من عزاداری مکن. پرده از رو مجر از سر و مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن. گر خورد سیلی رو قیه دم مزن، عالمی زندم زدن برم مزن. وصیت آشنا کرد خاص حرکت کند، یه مقدار راه رفت برگشت، از روی سوش نگاه کند ببیند بچه ها در چه وضعیت. دید خوارش زینب به دنبالش میدود، ای میگوید مهلان مهلان بچهات نگاه می کردن، نتونستم سوال کنم. بگو ببینم دوباره به خیمه بر می گردی یا نه؟ آقا با سر اشاره کرد نه، دیگه منو نمی تونی ببینی مگر سرم را بالای نیزه. حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین سالار زینب، حسین غم خور شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.